سلام به روی ماهتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستای عزیزم، امروز قراره که با هم دیگه این باکس پارچه‌ای پرکاربرد رو بدوزیم که از نظر ایستایی خوبی هم داره، که شما میتونید حالا لوازم آرایش، ابزارهای مربوط به خیاطی یا وسیله هایی برای بچه ها هستش، خوردریز ها یا هر چیزی که مطابق با سلیقه خودتون هست داخلش بذارید و یه نظم خوبی به کشوها یا خونتون بدید. خب تا آخر ویدیو همراه هم باشید، بریم که با هم ویدیو رو ببینیم. بچه ها، برای این کار احتیاج داریم به یه دونه الگو که من روی پارچه بهتون توضیح میدم. ما 5 تا مربع میخوام، 1 مربع 15x15 وسط و 4 تا مربع بازم 15x15 کنارش، اطرافش. ببینید به چه صورتی قرار گرفته. یه دونه برای آستر میخوایم، پارچه عروسکی بدنه اصلی کار هست و لای نمدی که برای من پشت چسب دار هستش، یا میتونید پشم و شیشه 1 میل یا 2 میل هم استفاده کنید. ببینید این الان مربعی که من 15x15 هست رو کاغذ کشیدم، وسط پارچم گذاشتم، از کناره ها هم این رو در نظر گرفتم، میذارم روی کارم. ببینید میذارم وسط کار، یا شما میتونید همین رو الگوش رو کاغذ در بیارید بعد روی پارچتون بندازید. یه الگوی خیلی کاربردی هست که شما میتونید اینو کوچیک و بزرگش بکنید و باکس رو بزرگتر یا کوچیکترش بکنید. ببینید میذارم وسط، زلهای بعدی هم همه در 15x15. خب 2 تا 1 اندازه در میارم. فقط یادمون هست که ما 0.5 سانت از الگومون دور تا دور پارچمون رو بیشتر در نظر میگیریم که برای جادوختمون میذاریم. خب من این کار رو پارچه اصلی و پارچه آستر که بنفش رنگ هست انجام دادم. میام لای نمدیمو که پشت چسب دار هست، از قسمت چسب دارش روی قسمت پشت پارچم میچسبونم. به پارچه اصلیم بچه ها لای نمدی رو میچسبونم. شما از پشم و شیشه کوبیده هم میتونید استفاده کنید و با زان فیکس به پارچتون بچسبونید. یعنی بین پشم و شیشه و پارچه اصلی زان فیکس قرار بگیره و با اتو بهش بچسبونید. حالا لای نمدی من چسب خودش داشت. حالا بچه ها من این رو چسبوندم، اتو کردم، کامل چسبید. فقط لایتون رو، لای نمدیتون رو 0.5 سانت از پارچه‌ای که برش زدید یه مقدار کوچیک‌تر در نظر بگیرید، یا میتونیدم هم اندازه خود پارچه‌تون باشه. حالا میام از لا برش خورده رو روبروی هم، یعنی روی پارچه به روی پارچه قرار میدیم. بعد زل بعدی 2 تا زل های کناری رو میذاریم روی هم دیگه و با یه پایه چرخ یا 0.5 تا 7 میل از لبه کارمون شروع میکنیم به دوخت کردن. بالا و پایین کار رو هم سرقائمی میزنم که استحکام کار در حین استفاده بیشتر بشه بچه ها. خب حالا میام همه این کارهایی که برای قسمت پارچه اصلی انجام دادیم برای آسترمون هم انجام میدیم. میایم روبروی هم میذاریم پارچه ها رو، لبه های کار رو، زل ها رو، و میدوزیم. فقط یکی از زل ها رو هلوهاش 7-8 سانت باز میذاریم که میخوام در انتها کار رو برگردونیم. ولی پارچه اصلی که نمد خورده یا حالا پشم و شیشه خورده احتیاجی نداره که هیچ زلش باز باشه. همه اضلاع شما کامل میدوزیم. ببینید میبرم زیر پایه چرخ و میدوزم بالا و پایینش رو، سرقائمی میزنم به این صورت، محکمش میکنم. تمام عضلا رو میتونید درس ها رو کمی سبک بکنید، ولی خب چون اندازش خیلی زیاد نیست موردی نداره. من میام تمام عضلا رو میدوزم و دیگه میدم سراغ آستری. ببینید دقیقا لبه های کار رو روی هم قرار میدم و با 1 پایه چرخ شروع میکنم به دوختن، یا 0.5 سانت از لبه کارتون میتونید فاصله بذارید. تمام این قسمت رو که دوختم، آستر کار رو هم میدوزم. شما از هر پارچه و طرح‌دار و هر رنگی که مد نظرتون است و سلیقه‌تون هست میتونید استفاده کنید. معمولا مثلا پارچه ها با هم دیگه تو رنگ ها ست باشن یا طرحشون جالب تر میشه. خب حالا نگاه کنید، این قسمت رو هم من نمونه میدوزم، بالا و پایینش رو هم سرقائمی میرم و بعد از اینکه دوختم تمام عضلا رو بچه ها من اتو میزنم. وقتی که اتو زدم دیگه میریم برای مرحله وصل کردن این 2 تیکه به هم دیگه. خب الان من 2 تا تیکه رو
چرخ کردم و اتو هم بهش زدم. حالا میان ببینید این قسمت آستر داخلش به سمت پشته، ببینید نگاه کنید داخلش سمت روش سمت داخله، این رو هم بر میگردونم، یعنی در اصل میشه رو به روی هم، این رو به سمت رو بر میگردونم، بدنه اصلی رو میبرم داخل قسمت آستری که روش هست و جوری اینها رو قرار میدم که تمام درز ها رو به روی هم قرار بگیرن. 4 تا درزی که دوختیم با 4 تا درز آستر و بدنی اصلی رو به روی هم باشن. سوزن میزنم و فیکسش میکنم و دور تا دورش رو با 0.5 تا 1 سانت یا همون یه پایی چرخ میتونید دور تا دورش رو چرخ بکنید. خب من الان دور تا دور کار رو چرخ کردم و اون قسمتی رو که باز گذاشتم روی آسترمون به سمت رو برمیگردونیم. بچه ها خیلی خوشحال میشم که ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنید و با نگاه قشنگتون از کانال حمایت بکنید و ویدیو رو هم بفرستید برای دوستان هنرمندتون لطفا که اونها هم بتونن از این آموزش استفاده بکنن. خب الان من کار رو به سمت رو برگردوندم و لبه ها رو دقیقا میارم روی هم، فرم میدم، قبل از اون این درز رو میبرم و میدوزم. خب وقتی که این رو دوختم لبه های روبروی هم قرار میدم، فرمش میدم به این صورت که دقیقا اون درز بیاد بیرون و مشخص بشه لبه های کار و یه اتو هم بهش میزنم و چرخ میکنم، یه دوخته نیش از لبه کار میرم و دور تا دورش رو چرخ میکنم. خب بچه ها من دور تا دور کار رو چرخ کردم، اون قسمت داخل آستر رو دوختم، اتو هم بهش زدم و این قسمت ها رو ببین، این گوشه ها رو تا زدم و اتو زدم که فرم بگیره، حالت 4 گوشه کار ما. اندازه 2 تا 3 سانت هم لبه کار رو برمیگردونم به سمت داخل، میتونیدم بر نگردونید، این سلیقه ایه. شما با یه دونه مربعی که دوست دارید میتونید یه همچین باکس خوشگلی بدوزید تو ابعاد مختلف. همونطور که بهتون گفتم یه وسیله خیلی کاربردی هستش و میتونه هم یه نمای خوشگلی به اتاقتون، به کشوهاتون بده و همینی که خب میتونه یه نظم‌دهی خیلی خوبی هم میده. هر وسیله که دوست داشتید داخلش میتونید قرار بدید. اگر که خواستین استحکامش بیشتر باشه از پشمون شیشه 3 میل هم میتونید استفاده کنید، ولی 1 تا 2 میل هم مناسب هستش. این هم انتهای کار، امیدوارم دوستش داشته باشید و مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. دوستتون دارم. خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و ممنون که با نگاه قشنگتون از کانال حمایت میکنید. خدا نگهدار.